السلام علیکم بینندگان عزیز، اینک نشری نوبتی بخش خبری پیام روز از طریق تلویزیون صاح منظور شما میگردد. در استودیو با شما جواهر غنی جان. توریسم یکی از عاملهای اساسترین رشد اقتصادی مملکت به شمار می رود. از این جهت در دوام 6 سال آخر در ازبکستان برای رشد این مسئله توجه خیلی زیاد ظاهر گردید. ازبکستان به جهان و جهان به ازبکستان کشاده شد. مهمترش آن است که ساحه توریسم در دوردست‌ترین منطقه های کشورمون نیز تا رفت رشد و نمو می یابد. موضوع را در مثال ناحیه ساخ دوام می دهیم. بعدی براه ماندن اویاپرواز بین شهر فرغانه و ناحیه سوخ، ساحه توریسم در ناحیه رو به ترقی نهاد، زیرا در این گوشه خرد زمین بیکران برای رشد ساحه مذکور امکانیت خیلی وسیع موجود بوده. طرف این ساحه به درایور یعنی نقطه نشونمای ناحیه تبدیل یافته ایستاده است. طبیعت مفتونکار، چشمه تاریخی، کوههای آسمانبوز، قدمجاهای مقدس که قریب در هر محله ناحیه سوخ دچار می آیند، بواسطه دقت سیاحان را به خود جلب می سازند. پیشتر شهروند کشور سوم به ناحیه آمده نمی توانست، اما در نتیجه برپا ایرادرومو براه موندن اوی پروازها امروز به ناحیه سوخ نه فقط از کشورهای همسایه بلکه از مملکت‌های اروپا و دیگر قطعه‌های جهان سیاحان میآیند. با قریبی از کانادا نیز مهمانان آمدند. اینوبت ای موقع اصلا سوخی و لسل میباشد. در افغانستان تولد شده است و امروز در کانادا استقامت کرده، در یکی از شبکه‌های تلویزیونی با نفوذترین این کشور همچون ژورنالیست فعالیت میبرد. پدر او از دهه هوشیاری ناحیه سوخ بوده. اینوبت ای موقع خبری براه مانده شدن اوی پرواز بین سوخ و فرغانه را شنیده، در حال به زادگاه پدرش آمد. اوشیار میدونین من اروپا رفتم، فرانسیه، سوئیس و جرمنی. من با آقای ایماق رفتیم، یک فیلم را دوبلاژ میکردیم. من اینجا آمدم فقط اروپا فکر کردم، خصوصا دشت های زیبای ازی، درخت های زیبای ازی با من گپ میزدن. حتی من آنتر اس کردم که درخت ها به من میگفت خوش آمدی به وطنت، خوش آمدی به وطن اصلی من. این است، درست است، هیچ جا وطن، هیچ وطن کس وطنت نمی شود. بی وطنی را کسی می داند که مهاجر شود مثل من. من در افغانستان مهاجر، در ازبکستان آمدم مهاجرت شد، حالا 18 سال از در کانادا مهاجرم، اما همیشه شب و روز قلبم برای ازبکستان، برای اوشیار میتپه. در خواب ها میبینم. من 25 سال بودم، 25 بار به اوشیار آمدم. 25. بعد 18 سال این اولین بار است که آمدم. با نه منتظر رئیس بودم. باور کنید که در یک ساعت 3 ریس پرواز کرد. دوبای، روسیه، ترکیه. و ترکیه. این بسیار کلان کار است. و هر سملوتی که پایان میشد از 300 کس زیاد بود. زیاد بود. فکر کنید شما دیگه. از روی زمین وقتی که من یک ژورنالیست هستم، یک توپ، من فعلا توریست هستم در ازبکستان. وقتی که من میبینم میگم او، گفته کانادا یا واو، چقدر پیش رفته. از برای خدا چی هست، چی خصلت است؟ پس اینجا قانون براه است. پس اینجا قانون سوار است. قانون سوار است. پس اینجا اختلاس نیست. فساد کمتر است. واقعا ناحیه سوخ برای سیاحان منزل بسیار قلای می باشد. از این جهت امروزها از دیگر شهر و ناحیه های کشورمان نیز آمدن سیاحان خیلی اوج گرفت. یک گروه نورانیان از ناحیه آلتریق به ناحیه سوخ آمده، از جایهای بدیقت سزاوار این گوشه زیباترین وطن دیدن کردند و اقرار شدند که در حقیقت سوخ طبیعت دلفریب دارد و از همه مهمش در سرمای تابستان هوایش نسبت به دیگر منطقه های کشورمان سلقین تر است. سیاحان از دیگر گونه های ناحیه سوخ دیدن کردند و ذکر نمودند که واقعا هر یک اصلاحات و بوسهای حیات بخش دولتمان به دوردست‌ترین منطقه های کشورمان نیز چون قطره های آب حیات آمده رسیدند و مردم از آن بهره ور می‌گردند. ما از ناحیه آلتریق به ناحیه سوخ همچون سیاح آمدیم. حالا ما در زیارتگاه حضرت علی قرار داریم. ما این مکان را تماشا کردیم. در ناحیه سوخ برای رشد ساحه توریسم کارهای وسیع مقیاس عملی کرده می شود. ما شاهدی آن شدیم. در ناحیه سوخ زیارتگاه ها بسا بسیارند و ما از آنها البته دیدن خواهیم کرد. سوخ موجوده هم زیارتگاه جویلر نهایت کپ کرد. هم مثل بر برمه سیکر اصلا سیکن زیارت کلیب. ساحه کشاورزی نیز نقطه نشونمای ناحیه سوخ به شمار می رود. امروزها برای رشد این ساحه در ناحیه کارهای نظررس انجام داده می شوند. از خود کردن زمین های موضع های قیراق و جوپیه در رشد ساحه مذکور اهمیت مهم کسب می کند. سیاحان از موضع قیراق نیز دیدن کردند. طوری که خبر دارد در این موضع الحال حدود 200 هکتار میدان برای تشکیل کارپراسی ملینا الکای آماده کرده شده است.
ما در نوحه باستانی سوخ که در تعریفی طبیعتش زبان لاله است امروز سیر میکنیم. ما به زیارتگاه های زیاد رفتیم، جای های جالب دقت نوحه را دیدیم. ما با مؤسسه های طبی نیز رفتیم. امروز شنیدیم که در موضع قیراق کشتزاری مالینه برپا کرده میشد و از مردم سوخ خواهش کردیم که ما را به اینجا بیارند. ما نیز در باره این جای ها از تلویزیون سوخ شنیده و تماشا کرده بودیم لحاق های جالب دقت را. مردم آلتاریق نیز بسیار مهنت دوستند. سال گذشته ما در آلتاریق در میدان 1000 گکتر تاکزار برپا کردیم. ما از آن خرسندیم که در سوخ نیز چنین کارها بجا آورده می شود. به طبیعت نگاه کنید. واقعا طبیعت سوخ بسیار زیباست. طبیعت قرم ورده. برای سیاحان در نوحه سوخ بنیادی جایهای استراحتی در نظر است. از جانب صاحب کاران باشد مهمانخانه های نو و زمانوی در جایهای خوشهوا برپا کرده شدند. با یک سخنگویم در آینده خیلی نزدیک سوخ به منطقه تبدیل خواهد یافت که سیاحان بیشتر تشریف می آورند. از نوحه سوخ نیز 40 نفر شهروندان برای ادای یکی از فرضهای مسلمانی زیارت حج مبارک رفتند و به مناسبت گسلانیدن زائران در مسجد مرکز نوحه سوخ تدبیر برگزار گردید. گزارش مخبرمان انور جان جارایف در همین خصوص. یکی از فرضهای دینی مبین اسلام زیارت حج مبارک کردن است. توسط اعتباری حکومت شماره زیارت کنندگان حج نیز سال تا سال زیاد می‌گردد. امروز در برابر هزاران نفر هموطنانمان شهروندان نوحه سوخ نیز این فرض را ادا می‌نمایند. به مناسبت گسل کردن شهروندان نوحه سوخ به حج در مسجد جامع عنایت الله واقع در محل استقلال تدبیر برگزار گردید. در مراسم گسل زیارت کنندگان حج حاکم نوحه سید بهرام سید موسی و دیگر شخصان رسمی اشتراک کردند. امسال وقت زیارت حج کردن به 40 نفر شهروندان نوحه ما نصیب کرد و برای گسل هموطنان اهل اویله و پیمندانشان جمع آمده بودند. سرای نوحه اکثریت این شهروندان مبارکبادی نموده با آنها راهی سفید طلبیدند. در رفت تدبیر مذکور از جانب شخصان متصدی قاعده و ترتیب زیارت حج مبارک فهمانده داده شد و زیارت کنندگان نیز به سوال های خود دایر به زیارت حج پاسخ ها گرفتند. بعد تقدیمات حجت های ضروری مراسم گسل فرا رسید. به خاطر بی خطری راه و سیاست سلامت برگشتن هموطنان از زیارت حج پاره از آیات قرآن کریم تلاوت کرده شد. اکثریت زیارت کنندگان بهر این گونه اعتبار و غمخواری به تشکیل کنندگان این گونه تدبیرها منتداری صمیمی اظهار کردند. پس از این عمل ها تمام زیارت کنندگان را سران ناحیه و اعضای اولیه آنها گسل کردند. سپس زیارت کنندگان سواری افتابوس شده به مرکز ولایتمان راه گرفتند. میتوان گفت که در کشوری صاحب اختیار ما اعتبار به ساحه تعلیم خاصتاً نمایندگان ساحه خیلی بلند است. طبق خبر خدمات اخبار وزارت حفظ تندرستی کشورمان با معلمان و مکتب ها و مربیه های باغچه ها خدمت بیپولی طبی رسانیده می شود. معلمان و مربیان که در دوام سال با تعلیم و تربیه مشغول شدند در موسم تابستان امکان استراحت پیدا می کنند. این را به نظر گرفته وزارت نگهداری تندرستی با تشبث نو برآمد کرد. طبق آن از 1 ایول تا 1 اوگوست سال جاری در کشور ما معرکه ماه سلامتی آموزگار و مربیان برگزار می گردد. خبر می دهد دفتر مطبوعات وزارت تندرستی. در این دوره کارمندان ساحه معارف کشورمان مربیان مکتب ها و مربیان باغچه ها از معاینه پروفیلاکتیکی و عمیق طبی و اسکرینینگ می گذرند. باید گفت که در این زمان در 10118 مکتب معلومات عمومی زیاده از 6.3 میلیون نفر طلبگان از 510 هزار نفر معلمان تعلیم و تربیه میگیرند. اینچنین 29420 مؤسسه تعلیمی تا مکتبی موجود است که در آن 2.1 میلیون نفر نورسان تربیه میگیرند. با این مقصد در بین کارمندان ساحه معارف رویخط کانتینجنت های احتیاجمند به خدمت رسانی طبی ترتیب داده شده، آنها از روی سن و سال، جنس و وضع سلامتی به گروه های دخلدار جدا کرده شده، بعد از آن به آنها معاینه پروفیلاکتیکی و عمیق از طرف گروه های مخصوص طبی گذرانیده می شود. در آخر معاینه طبی شخصانی که در حیاتشان بار اول با بیماری مزمن گرفتار شدند تحت نظارت دیسپانسری قرار گرفته علاوه بر ریابیلیتاسیه کرده می شوند. گروه بیماران گرفتار بیماری های شدید و مزمن در بیمارخانه های طبی روزانه در شرایط امبولاتوری و شخصان با یاری استانسیونری احتیاج داشته در مؤسسه های طبی ناحیه شهر و ولایت تبابت کرده می شود. با بیمارانی که با یاری تکنولوژی مخصوص طبی احتیاج دارند به مؤسسه های ولایتی و ریاستی راحت امتیازناک داده می شود. در نوبت خود بریگاده های سیار طبی در ناحیه دوردست و سرحدی معاینه می گذرانند.
سالهای آخر ورزشگران ناحیه سوخ موفقیت های زیاد را به دست می آورند. با قریبی ورزشگر جوان که در صنف ششم می خواند شاهمرا شاه قیوموف در مسابقه ورزشی از روی کیک بوکسینگ در ولایت جای اول را اشغال کرده باشد، در پنج تشبوس از روی سپورت حربی خوانندگان مکتب رقم پنجم ناحیه سوخ سزاوار جای یکم گشتند. ورزش ساحه‌ای است که مملکت را در مدت کوتاه در جهان مشهور کرده می‌تواند. از اینجاست که در کشور ما نیز برای رشد این ساحه توجه زیاد ظاهر می‌گردد و ورزشکاران ما در مسابقه‌های بین‌المللی خیلی فعال اشتراک کرده و جایهای نمایان را اشغال می‌کنند و پرچم دولت ما را در عرصه عمومی جهانی بالا می‌بردارند. در قسمت ناحیوی مسابقه سپورت حربی که در دایره 5 تشبوس مهم برگزار گردید، خوانندگان مکتب رقم 5 ناحیه غالب شده بودند و آنها در قسمت ولایتی مسابقه نیز خیلی فعال اشتراک کرده جای اول را اشغال کردند. در تشکیلات با مدافع کمک رسانی وطن پرور مراسم تقدیرنامه‌سازی غالبان مسابقه ولایتی برگزار گردید و در چوربینی نمایندگان حاکمیت پرکراتوری ناحیه سوخ اشتراک کرده با غالبان مسابقه و استادان آنها افتخارنامه و تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم نمودند. 2 ایون سال 2023 در شهر فرغانه در بین 18 کمانده های ناحیه های ولایت فرغانه بازی شونقارلر از روی نمودهای یعنی بازی حربی از روی نمودهای دویدن ویلسپدرونی نشان گرفته تیر انداختن تورنیکشی و دیگر گرانات پرتوی و دیگر نمودها گذرانده شد. کمانده مکتب رقم 5 ناحیه سوخ در این بازی ولایتی اشتراک نموده جایی نمایان را اشغال نمود. من خوانندگان ما صبرالدینف از روی گرانات پرتوی جوی یکم را اشغال نمود در میخواست ولایت ریکورد نشان داد. نشان بایوا از روی ویلسپادونو و دویدن جوی دیم را اشغال نمود و از روی سوال جوابی فن تاریخ دویر با صاحب خورانمون امیر تیمور جوی سیم را اشغال نمود. بنابراین در مابین من 18 کمانده ای که در ولایت ما اشتراک نمود جوی چورنو اشغال نموده نومی ناحیه سوخمون را بلند برداشت. البته باور دارم که در آینده این گونه بازهانده فعال اشتراک نموده خدا خواهد آینده جوی نمو را اشغال میگفته و نمیدیم. چون تاکید نموده مراسم تقدیر نافسازی در تشکیلات با مدافع کمک رسانی وطن پرور برگزار گردید. در تشکیلات مذکور برای آنهایی که در کورس رانندگی تحصیل میگیرند همه شرایط فراهم آورده شده است. نکه های ضروری و زمانوی در این تشکیلات وجود دارد. نگفته نماند که تشکیلات مذکور در هر تدبیر و چوربینی های ناحیوی خیلی فعال اشتراک کرده جوانان را از هر جهت دستگیری میکند. در شهر قوقند با همکاری شفاکاران چینی در 100 نفر بیماران گرفتار بیماری چشم عملیات بی‌پول جراحی گذرانیده شد. گزارش مخبرمان جهانگیر صابر در همین خصوص. خبری جراحی رایگان پزشکان چینی در قوقند لطیف مردم زیاده را به بیمارستان ولایتی بیماری های چشم رقم دویم شهر جمع آورد. در چهارچوب تفاهم نامه برادری و لایحه یک کمربند یک راه میان قوقند لطیف و شهر کویتون در ولایت مختار شینجان اویغور چین در ظرف 3 روز در مجموع 100 نقص چشم بیمار برطرف کرده شد. ما در 2019 3 این سیومین اقدام خیروی در ازبکستان است که به جراحی چشمان بیماران مربوط است. سال 2019 در چنین چاره‌بینی هایی که در شهر تاشکند و ولایت آن تشکیل کرده شد 295 نفر بیمار تبابت کرده شدند. این دفعه شهر باستانی قوقند انتخاب شد و این به سبب نیست. طوری که ذکر گردید قوقند دلیل است به ثمرناکی همکاری های دو جانبه میان شهری کویتون چین. از همه مهمش مناسبت های صمیمی دو کشور. این چنین میتوان گفت که این دوام منطقی آن جمع آمد می باشد که با اشتراک سران کشورهای آسیای مرکزی در چین برای باز هم تحکیم بخشیدن همکاری ها برگزار گردید. اعضایان بریگاد ما خیلی پرتجربه اند. مثلا سردختر ما که به 11 نفر دختران چشم راهبری می کند 40,000 نفر بیماران کاتاراکت را خوب جراحی کرده است.
با هر یک بیمار مفصل صحبت کرده با دقت از نظر گذرانده وضع سلامتی آنها پر را آموخته شد. تحلیل های ضروری گرفته شدند. یک گروه طبیبان مصلحت و مشورت نمودند. دسته اشتراکچیان و اختیاریان این معرکه که شعار هر دل را توسط مهر و مروت منور میسازیم را به میان گذاشته بودند، برای به آدمان عطا کردن خوشبختی صداقتمندانه محنت کردند. از دختران چینی بسیار چیزها را آموخته ممکن است. از تیزکاری و همجهتی آنها در حیرت مانده، میگویند متخصصان محلی. در مجموع در دوام 3 روز حدود 600 نفر بیمار را قبول کردند که اکثر آنها به طبابت استاسیونری توصیه کرده شدند و طوری ذکر گردید 100 نفر آنها روی میز جراحی گذاشته شدند. اگر فاصله بین عملیات ها برای استریلیزاسی اسباب و آپارات ها یک قدر وقت لازم باشد، پس آنها با یاری آپارات های مخصوص در مدت کوتاه استریلیزاسی کرده می شود. در ما این جریان 45 دقیقه یا که یک ساعت را طلب می کند، اما با تکنولوژی نو آنها در ظرف 6 دقیقه با عملیات دویوم پور را تیار کرده می شوند. 6 منوت تا اینچه اپراتسیگه طولق تیار گرلگینه برالادگان خصوصیت که ایگه. بعدی سال رفتن چشمانم هم طرف خیره می شوند. به خلاصه آمدم که از عملیات جراحی گذرانم. آمدن شفاکاران چینی را به حقند لطیف شنیده با آنها مراجعت کردم و در من عملیات جراحی را انجام دادم، می گوید رسول جان سلیمانوف که 71 سال دارد. اون کزمده ماما بلاده که مراجعت کرد. در چشمی راستم مشکلی داشتم. به شفاکاران مراجعت کردم، گفتند که اگر کاتاراکت باشد پس جراحی کردن در کار است. پس من عریضه‌ام را دادم. آنها مرا خیلی خوب قبول کردند. تشکر به همه. من شادم که مبادله کنم. میگویند که اگر امروز عملیات جراحی را گذرانیم، پگاه به خانه‌تان برمیگردید. قبلا که تاس دیشب تأثیراتی که در دوام 3 روز از این عملیات به دست آمد مبادله افکار گردید. چشمان بیمارانی که در پیش نظر همه جراحی شدن کشاده شد. با آنها گفتند که همه چیز خوب است. بیماری چشم دیگر آنها را تشویش نمی دهد و به بیماران برای طبابت منبعدهشان داروهای ضروری داده شدند. آنها خودشان عملیات جراحی را انجام دادند. یگان در تیس نشد. دستشان سبک بوده است. من بعد جراحی خوب هستم. امروز با آغوش اهل آیله فرزندان خود بر می گردم. من به همشان تشکر می گویم. تأکید گردید که نقش شفاکاران محلی در انجام با موفقیت عملیات جراحی نیز مهم بوده، ذکر گردید که لایحه مذکور تبادل تجربه های متقابل می باشد. گفته شد که همکاری آنها ادامه خواهد یافت. بینندگانی عزیز، بخش خبری پیام روز را صحیفه خبرهای ازبکستان دوام می دهد. شما توسط آن با خبر و رویدادهای مهمترین کشورمان شناس خواهید شد. از ماه ینور تا اپریل سال 2023 ازبکستان به 11 کشور خارجی 8.4 میلیون جفت پویافزار صادر کرده است. خبر می دهد اگنتی آمار کشور. ازبکستان از همه بیش به قزاقستان 4.1 میلیون پویافزار فروخته است. در جای دوم قرغیزستان 2.4 میلیون قرار گرفته. تاجیکستان 1.3 میلیون سومین کشور می باشد که پویافزارهای ازبکستان را بیشتر خریداری می کند. در قشقدریا حکم به شهروندی خوانده شد که با سازماندهنده حزب او تحریر در تماس بود و فعالیت او را ترغیب میکرد. او در شبکه های اجتماعی پروفیل گشوده مواد خواهی را به عقیده های متعصب پهن میکرد. موافق معلومات اگنتی استاتیستیکا، در ماه ینور اپریل سال 2023 ازبکستان از 7 کشور خارجی به ارزش 2.3 میلیون دلار آمریکایی یخماز و محصولات یخماز ایمپورت کرده است. حجم ایمپورت یخماز و محصولات یخماز نسبت به دوری متناسب سال گذشته 190 تن افزوده است. در 4 ماه گذشته سال جاری ازبکستان اساسا از روسیه یخماز و محصولات یخماز ایمپورت کرده است. در ولایت تاشکند بازی‌های قهرمانان برگزار شد. مردان توانا اوتوبوس را می‌کشند. در برداشتن و کشاندن وزن‌ها و دیگر نمودی برنامه‌های مسابقه می‌کردند. در انجام مسابقه با پرقوت‌ترین شرکت کنندگان مکافات پولی سپرده شد. تماشابینان عزیز و ارجمند، صحیفه خبرهای ازبکستان با بخش خبری پیام روز حسنی انجام می‌باشد. خیر، سلامت باشید. اما از ما دور نروید، زیرا برنامه‌های تلویزیونی سوخ دوام دارد.